سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران، هر کجای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید و همچنین در هر کجای این جهان گذر. جمشید چالنگی هستم، از استودیوی لندن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی میاندازیم به مهمترین رویدادها در عرصه اقتصادی ایران و مهمترین خبرهای روز بر محور مسائل اقتصادی در ایران. یکی از مسئولان بلند پایه حکومت فقیه در ایران میگوید رشد اقتصادی در 6 ماه گذشته در ایران 2% رشد منفی بوده است. پیش از این 5% رشد منفی گزارش شده. این در حالی است که آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که مردم خود را برای اقتصاد مقاومتی آماده کنند. بر سفره مردم ایران در پی جمهوری اسلامی چه مانده است؟ آیا آنچه که از نان و پنیر نیز بر سفره مردم ایران مانده مورد تهدید برنامه‌های اقتصادی حکومت اسلامی قرار دارد؟ تحریم ها چه نقشی در وضعیت موجود اقتصادی در ایران داشته است؟ امید به لغو تحریم ها چه پیامد مثبتی برای مردم و سفره ملت ایران خواهد داشت؟ در میان میگذاریم این بار در دوشنبه تفسیر خبر با آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، که این بار نزلندن در گوشه دیگر از اروپا با من و شما هستند. در این شماره از تفسیر خبر آقای امیر احمدی، هوشنگ امیر احمدی، به دلیل مسافرتی که دور از دسترس بود با من و شما نخواهند بود. با شما خواهیم بود به اتفاق آقای دکتر تقی‌زاده تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما. این رو هم من بگم که آقای تقی‌زاده به احترام بینندگان، تماشاگران ما، به احترام شما عزیزان ماندن با ما، ولی آقای امیر احمدی نیست که برای شما عزیزان احترام قائل هستن، در جایی بودن در این ساعت در کنفرانسی، جایی که ما دسترسی به ما گفتن نخواهیم داشت به ایشون. به هر حال آقای تقی‌زاده اسکی شما مبارک، یعنی شما هر سال به اسکی میرین دیگه نیست؟ هر زمانی که فرصت فراهم بشه. این بار همراه دخترم هستم، نیمه کاره او رو رها کردم و تنهایی به شله برگشتم برای انجام گفتگو. راستی آقای چالنگی، میدونم که امروز بحث ما خبرهای داغ روز دنیاست که حداقل ارتباطی با ایران هم داره، ولی در نزدیکی ایران مسائل اوکراین هم مسائل جدی است و اگر مجالی باشه من ترجیح میدم در کنار پرداختن به مسئله اقتصاد ایران، توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای اتخاذ اقتصاد مقاومتی و همینطور مسائل مربوط به صنایع نفت و گاز، و اگر فرصتی بود پرداختن به بخشهایی از توافق و مذاکرات اتمی ایران، به مسئله اوکراین هم بپردازیم که اگرچه یک مسئله خارجی است ولی به هر حال دارای تبعاتی برای ایران خواهد بود و به خصوص برای مردم ایران دارای درسایی است که من علاقمندم به اون در فرصتی که فراهم هست اشاره بکنم. آقای تقی‌زاده عزیز، ما از اینجا شروع میکنیم که ببینین آقای خامنه‌ای صحبت اقتصاد مقاومتی کردن. اقتصاد مقاومتی اساساً یعنی چی؟ یعنی
نوعی اقتصاد هست، قابل فهم هست که به اصطلاح باید صرفه جویی کرد، باید مقاومت کرد در برابر این. آیا شیوهی هست مدون عمل شده، تجربه شده، بازده داده برای اقتصاد مقاومتی؟ این به نوعی برای تفسیر شاید نیاز داره به مفتاح بابی که آقای بنی سعد در مورد اقتصاد اسلامی داشت و وقتی کتاب اقتصاد اسلامیش رو منتشر کرد، اون چی که سوال بود به مراتب بیشتر از پاسخهایی بود که او تلاش کرده بود به توضیح اقتصاد اسلامی اختصاص بده. واقعا اقتصاد مقاومتی با اون شیوهی که مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا مدیران این حاکمیت هست چیز بی‌معنایی است، ولی ما شاهد بودیم در این دو سه سال اخیر به خصوص که اقتصادهای آزاد غرب با بحران روبرو بودن، با رکود روبرو بودن و بایستی هزینه های جاریشون رو کاهش میدادن و بایستی شکل تورمی اقتصاد رو تغییر میدادن، به نوعی به اقتصاد صرفه‌جویی رو کردن که بریتانیا از نمونه های خوب اون هست. در نتیجه اجرای این نوع از اقتصاد طبیعتا اندازه های اقتصادی تا حدودی محدود میشه، گردش پول کاهش پیدا میکنه، اعتبارات دولتی کاهش پیدا میکنه، دولت به خصوص کوچکتر میشه برای اینکه صرفه‌جویی انجام بگیره و در نتیجه صرفه‌جویی شاید برای یک سال بعد، دو سال بعد ادامه حرکت منظمتر اقتصادی امکان پذیر باشه. در مقایسه مثلا آمریکا و بریتانیا ما میتونیم بگیم که بریتانیایی‌ها اقتصاد صرفه‌جویی رو بیشتر اتخاذ کردن، در حالی که هر دو متکی به اقتصاد بازار هستند. آقای اولان در فرانسه چنین شیوه‌ای رو پیروی نکرد ازش و میبینیم که امسال بریتانیا در موقعیت نسبتاً مستحکم‌تری نسبت به سال گذشته است. ولی رهبران جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی چه هدف و انگیزه ای دارن من نمیدونم، ولی دیدم که روزنامه‌ها و سایت‌های رسمی جمهوری اسلامی دولت رو متهم کردن به بی‌اعتنایی به اقتصاد مقاومتی، به خواب خرگوشی فرو رفتن. مجلس رو هم همینطور، تا زمانی که دستورات رهبر بزرگ، رهبر عظما صادر شد و اونها از خواب بیدار شدن و متوجه شدن که باید کارای صورت بدن. در این مورد من توضیح میدم، ولی به متن دستوراتی که داده شده از جانب علی خامنه‌ای بپردازیم که چه هدفهایی رو در این دستورالعمل مشخص کرده. گفته که ما یک اقتصاد فعال میخوایم، یک نظام اقتصادی فعال میخوایم که رو به رشد باشه، جهادی باشه و بتونه با هدفهای اقتصادی و با ترفندهای اقتصادی دشمن مقابله بکنه، همینطور وابستگی ما رو کمتر بکنه، آسیب پذیری ما رو کمتر بکنه و خلل‌گیری بکنه و ترمیم. آیا در مجموعه اینها واقعا میشه یک راه حل، یک روش کار، یک دستورالعمل مشخص پیدا کرد؟ خیر. حالا در اجرای این توصیه برای اقتصاد مقاومتی که همه بوق و کرنا برداشتن و از اون تجلیل و تمجید میکنن، دولت آقای روحانی یک دستورالعمل 12 ماده‌ای صادر کرده. بله. که به غیر از دستوری که طبیعی است اگر بخواد آدم روال اقتصادیش رو اصلاح بکنه، بانک رو باید، بانک مرکزی رو و سیستم های اقتصادی رو کار بگیره، 12 دستورالعمل آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به رؤسای دولتیشه. یعنی بخش خصوصی در این مجموعه مرده، هیچ جایی برای حرکت کردن در جهت هدفهای تعیین شده نداره و این 12 دستورالعمل رئیس دولت به 12 وزارتخونه به صورت مشخص و در بعضی از موارد بیش از 2-3 وزارتخونه است که از این مجموعه حتی وزارت ارشاد و نمیدونم دانشگاه ها و غیره هم بی نصیب نموندن. به نظر میرسه که دولت واقعا فاقد هدف است و اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار برای ایجاد آمادگی بیشتر در مقابل شرایطی که بر نداشتن تحریم ها میتونه علیه مردم اعمال بکنه و زندگی سخت‌تر برای فردای مردم. آقای تقی‌زاده، ببینید مجلس خبرگان اولیه که مسئول بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که دولت بازرگان ارائه داده بود، بعد از اینکه آیین نامه داخلی تدوین شد و اون پیشنهاد دولت اومده بود، اون متن پیشنهادی قانون اساسی که گفته میشد آقای حسن حبیبی و چند نفر تدوین کرده بودن، یک مرتبه که دی دست بالا بردن و 11 نفر کسانی که با من بودن در اونجا همراه بودیم، گروه تلویزیون خاطرشون هست، برخیشون در ایران هم برخی بیرون، اعلام کردن که ما
خود ما قانون اساسی نوشیم و این قانون اساسی دولت بازرگان قبول نیست. ما با اینا مصاحبه کردیم، حالا شاید در آرشیو تلویزیون هنوز باشه، و بعد یه نفرشون به خصوص گفت ما قانون اساسی شما چطور نوشتین؟ گفت من خودم پسرم هست، دیپلمم گرفته، در خونه است، قرار کنکور بده، نشستیم یه هفته‌ای نوشتیم، کار نداره. و بقیه هم کم و بیش همین بود. الانم متنی که آقای خامنه ای نوشته، من حرفم این نیست که این قانون اساسی جدیدم که جاری اونم تصویب شد اونم چیزی بهتر از اونست، متنی که آقای خامنه ای نوشته به نظر میاد یک متن یک شبه انشائی است، یعنی افزایش صادرات، افزایش، خب اینو میشه همه بنویسن، حمایت از صادرات، حمایت از صنایع داخلی، یا نه واقعا منصفانه شما به عنوان یک کارشناس به ما بفرمایید که پشت این، یک اشاره کردید البته، واقعا هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ فکر اقتصادی، برنامه راهگشایی، نشونه ای درش نمیبینید. ببینید آقای چالنگی، شما میدونید که اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است و به علت همین روال اقتصادی است که منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. آقای روحانی وقتی دستورالعمل رو به صورت شعاری از رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکنه، به صورت بخشنامه‌ای به واحدهای خودش ابلاغ میکنه. این درست شبیه سیستم های کمونیستی است که از بالا به پایین دستورالعمل و بخشنامه میدن، ولی اونچه که تحقق پیدا نمیکنه عمله. گفته میشه که هدف این اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفته. خب این عکس‌العملی واقعا نیست. اگر جمهوری اسلامی امکان تو افزایش صادرات نفت رو میداشت، اعلام میکرد که هدف ما کاهش وابستگی به نفته، در حالی که میبینیم در طول یک سال، حتی شش ماه گذشته، وابستگی بودجه به نفت بسیار زیادتر از شش ماه قبل از اون شده. میگن که تولیدات داخلی رو بایستی تقویت بکنیم، ولی وزیر صنعت اعلام میکنه که ما در طول شش ماه گذشته 36% کاهش داشتیم در رشد تولیدات صنعتیمون. این تولید داخلی از کجا باید بیاد؟ اگر فقط شعار نیست، وزیر صنعت اعلام میکنه که ما 36% کاهش داشتیم در تولیدات صنعتیمون، تولید باید از کجا بیاد؟ میگم که الگوی مصرف رو بایستی اصلاح بکنیم در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، ولی میبینیم که خب یکی از مصرف‌های مهم پرهزینه مصرف انرژی است، در حالی که دولت میترسه حتی برای منظم‌تر کردن یا بروز کردن قیمت نفت و گاز تصمیم قاطع بگیره. الگوی مصرف رو چطوری در چه زمینه‌ای بایستی، الگوی مصرف کالاهای وارداتی رو بایستی اصلاح بکنیم یا الگوی مصرف کالاهای اساسی رو؟ میگم که ما بایستی که فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی رو تغییر بدیم، ولی چه دستورالعملی برای این کار داریم؟ بایستی که بهره‌وری اقتصادیمون رو زیاد کنیم، ولی میگید که ما 6% رشد منفی داشتیم. چطوری باید این شعارها رو عملی کرد؟ اینجاست که میگم دولت فاقد برنامه است، بخش خصوصی کاملا فراموش شده است و اون چیزی که صورت میگیره مثل دستورالعملی که 4 سال قبل آقای علی خامنه‌ای برای دولت احمدی نژاد صادر کرد و بعد از یک سال یا چند هفته به فراموشی سپرده شد. بی تردید این دستورالعمل هم به صورت بخشنامه به واحدهای اداری ابلاغ میشه و در هفته های آینده فراموش خواهد شد، ولی اون چیزی که فراموش نخواهد شد محرومیت هایی است که مردم و مصرف کنندگان در زندگی روزانه شون احساس خواهند کرد. آقای تغذیه، ببینیم، ما در یه برنامه دیگه به نحوی بهش پرداختیم. خیلی دوست دارم از زبان شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و بشنویم موضوع. ببینید آقای خامنه‌ای خودش اونطور که رویترز هم خبر داده بود، صاحب یعنی حدود 95 میلیارد دلار زیر نگین ایشون است. خیلی از رندان میگن الان موقع اون رسیده که ملایان حاکم به مردم خمس و زکات بدن. این رو ما وقتی تقسیم کنیم به تعداد مردم ایران، جمعیت ایران، یعنی 75-76 میلیون، یک رقم دیگه، همین دو رقم، یه رقم آقای بابک زنجانی 87 میلیارد یورو. بینندگان ما خیلی شاید میلیارد رو ندونن، مثل بنده 9 تا صفر داره. درست آقای طرزاده؟ 9 صفر. البته اگر به
برنامه افلاسی که به ترکیه مربوط بشه اشاره کنیم، همین 70 و نزدیک 80 میلیارد یورو حرف درست نیست، ولی این مجموعه دارایی بابک زنجانی نیست و بابک زنجانی لااقل اون بدهکاری اعلام شدهش در حدود 3 میلیارد دلار است. من به ترکیه اشاره میکنم و اون دارایی که رویترز ترکیه درسته که زراقی و بابک زنجانی از چهره های اصلی اون هستن. اونا که اون 3 میلیارد که چیزی نیست، پول خورده است برای دوست. از کنم اینو بیشتر از درآمد سرانه است نیست؟ یعنی مثلا در اون چی که آقای خامنه ای زیر نگینش داره تقسیم کنیم به ایرانی ها از خرد و بزرگ و اینها بالای 1000 دلار نصیب هر ایرانی میشه. بله اینطور هست، نزدیک است به درآمد سرانه واقعی مردم ایران، نه اونچه که دولت به عنوان آمار منتشر میکنه، ولی میتونه حتی بیشتر از مجموعه ذخیره ارزی بسیاری از کشورهای بزرگ باشه، دارایی که ایشون انحصاری در اختیارش هست. و اگر این دارایی ها آزاد بشن میتونن یک جهش اقتصادی منظم رو در یک اقتصاد آزاد پایگذاری کنن. شما فراموش نکنید که همین نظام، همین حاکمیت برای به دست آوردن 5 میلیارد دلار حدوداً 4.2 تا 7 میلیارد اعلام شده است، دریافت اقساطی در طول 6 ماه یک برنامه 200 میلیارد دلاری که براش هزینه شده بود رو موافقت کرده برای 3 سال تعطیل بکنه که بتونه به این پول دست پیدا بکنه. حالا شما مقایسه بکنید این 5 میلیارد دلار رو با مجموعه 95 میلیارد دلار دارایی که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، چطور نمیتونه با آزاد کردن این دارایی، با قرار دادن این دارایی به عنوان پشتوانه یک ذخیره ارزی، اون پول رو وادار بکنه که به بازار آزاد برگرده، به سیستم تولید برگرده و یک حرکت اقتصادی منظم رو و قابل استمرار رو باعث بشه. ولی آقای خامنه‌ای به این کار علاقمند نیست، حاکمیت هم به اون کمترین اشاره‌ای نمی‌کنه، ولی به دنبال گدایی همین 4 میلیون 5 میلیون میلیارد میرن و طبیعتاً اون هم در چاه بیل دولت هزینه خواهد شد. ما برگردیم به آمار و ارقامی که به اقتصاد ما مربوط میشه و اون رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر دنیا. ما پیش از انقلاب واقعا در طول 10 سال درآمد سرانه مردممون 9 برابر شده. 9 برابر شدن درآمد سرانه رقم اندکی نیست. در طول 10 سال درآمد سرانه مردم 900% افزایش پیدا کرده تا سال پیش از انقلاب. هر سال ما 8% رشد ثابت اقتصادی داشتیم و این ایران رو در جمع 3 کشور بزرگ سریع‌ترین رشدهای اقتصادی دنیا قرار میداده. درآمد سرانه ایران یک سال قبل از انقلاب 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بوده، در حالی که کره جنوبی حالا درآمد سرانه 4 برابر مردم ایران هست و اقتصادش یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیاست. ما با کجا باید خودمون رو مقایسه بکنیم؟ ببینید در این 35 سال جمهوری اسلامی به سر این مملکت و اقتصاد این مملکت چه آورده و امروز افتخار این است که ما رشد 5% منفی رو، یعنی 5% کوچکتر شده رو بنابر آمار خودمون میتونیم به 2% تقلیل بدیم. تصاویر رو که همزمان با صحبت آقای طرزاده میبینید مربوط به پیش از انقلاب اسلامی در ایران هست. پی میگیریم تفسیر خبر رو از 1-2 پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. گفتگو میکنیم با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود، خواهیم پرداخت به رشد منفی اقتصادی در ایران و مسائل دیگر، آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی درباره آمریکا گفتند و نیز تحریم های اقتصادی علیه برنامه اتمی حکومت فقیه در ایران چه پیامدهای مصیبت باری برای مردم ایران و سفره مردم ایران داشته است و برای آینده کودکان و جوانان ایرانی. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند در تفسیر خبر آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و
امور بین الملل. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ولایت فقیه اعلام کرده که آمار مقدماتی مرکز آمار ایران نشون میده 6 ماهه اول به اصطلاح رشد اقتصادی منفی بوده 2%، در ادامه اون سخنانی که شما گفتین یه جور پیشرفته، مثل که قبلا 5% بوده رشد منفی، یعنی ما زیر صفر رشدمون نیست؟ بله، سال گذشتم همین بوده. این آماری است که دولت کنونی اعلام میکنه، ولی شگفت‌انگیز این است که دولت آقای روحانی توسط آقای نوبخت اعلام میکنه که موفق شدن 3% رشد اقتصادی رو نسبت به 6 ماه گذشته افزایش بدن و از 5% برسونن به 2% رشد منفی اقتصادی. ولی آقای نوبخت اشاره نمیکنه وقتی که وزیر صنعت اعلام میکنه ما 36% در طول 6 ماه گذشته کاهش تولیدات صنعتی داشتیم و میبینیم که کاهش صادرات نفت هم به میزان 6 ماه قبل حفظ شده. آیا این سرعت رشد اقتصادی به کدوم یکی از بخش‌های اقتصادی ایران برمیگرده؟ آیا ما کشاورزی سریع‌تری داریم در 6 ماه گذشته؟ بخش خدمات تقویت شده؟ کجاست که آقای نوبخت رو قانع می‌کنه آماری رو بدون اشاره به شواهد ارائه بکنه حاکی از افزایش سرعت رشد اقتصادی؟ آیا سرمایه گذاری تازهی صورت گرفته؟ نرخ ارز میبینیم ما مشابه گذشته است، نرخ تورم 36% مطابق اظهارات مقامات رسمی دولت. میبینیم که میزان بیکاری بنابر آمار دولتی به همون میزانی است که در گذشته بوده، نزدیک به 40 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن یا نزدیک به خط فقر مطلق و نسبی. از نظر رتبه کسب و کار تازه ترین آمار نشون میده که ایران در ردیف 150 دنیاست، همچنان اونجا قرار گرفته. ارزش پولی ایران در ردیف 3 کشور بی ارزشترین در تمام دنیا. کدوم بخش اقتصادی است که در طول 6 ماه گذشته تقویت شده با آقای نوبخت از دادن آمار ارقام یا اشاره صریح به اونها خودداری میکنه؟ میزان فساد اداری در بخش‌های دولتی ایران، ایران در مقام 153 قرار میده، یعنی یکی از فاسدترین سیستم‌های دولتی. واقعا آقای نوبخت در اثبات اون چی که ادعا میکنه حداقل این است که انتظار میرفت آمار ارقامش رو موکول بکنه به شواهدی که ایشون از انجام این کار تفره رفته. آقای تقی‌زاده، برخی از بینندگان ما احتمالا با این مفهوم اقتصادی یا این توصیف یا وصف یا صفت اقتصادی آشنایی کامل نداره. اینکه رشد منفی اقتصادی، اینو اگه شما بفرمایید سپاسگزار خواهیم برای بینندگان. رشد اقتصادی متناسب است با افزوده درآمدهای ملی یک کشور نسبت به سال پیشتر از اون. اگر مثلا 1000 واحد رشد اقتصادی داشتن، این رشد در سال بعد 7%، 5%، 3% بزرگتر بشه این اقتصاد. ولی مطابق آماری که جمهوری اسلامی نشون میده، اگر رشد اقتصادی سال قبل 1000 واحد بوده، حالا 7% این رشد کوچکتره، یعنی مردم 7% عملا فقیرتر شدن، در سطح زندگیشون کاهش پیدا کرده، درآمد سرانهشون کاهش پیدا کرده، مسائل معیشتیشون مشکلتر از پیش شده. به جای اینکه رشد بکنن، بهبود اقتصادی داشته باشن، عقبگرد کردن، اقتصادشون کوچکتر از سال قبل شده. اینجا همین آقای نوبخت ادامه میده که 8 سال گذشته ما 700 میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با این وجود ما امروز رشد منفی اقتصادی هستیم. این خب یه جوری صحبت میشه انگاری مقصر بنده و آقای تقی‌زاده و بقیه بودیم، یا بینندگان ما، یا نانوای کازرونی، راننده بوشهری، کودکانی که الان در آجرپزی کار میکنن، کودکانی که در خیابان ها میمونن، مثل مقصر اینا بودیم. دقیقا، یعنی از آقای نوبخت باید پرسید که آیا این دولت دولت علی خامنه ایست یا دولت دوران پادشاهی است؟ چه کسی رو متهم میکنید؟ شما دولت رو 5 ماه پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی تحویل گرفتید و دولتی بوده که 8 سال با همون حمایتی که حالا از شما میکنن
سر کار بوده و تمام امورش ظاهرا زیر نظارت مجلسی بوده که با صوابدید همین حاکمیت به کرسی های نمایندگی ظاهرا مردم رسیدن و همین پشتیبانی که امروز از شما دارن از دولت قبلی داشتن و این رو در ملأ عام هم گفتن. آقای رفسنجانی، شما که رفیق 57 ساله من هستی، من از تو خودم رو بسیار دورتر میبینم. تا دولتی که امروز سر کار دارم آقای احمدی نژاد چندین فرصت آقای خامنه‌ای داشته و این فرصت‌ها رو به طور کامل ازش استفاده کرده، به مجلس و غیره که همه زیر نظر خودش هستن دستور داده به هماهنگی با دولت، حمایت از دولت، پشتیبانی از دولتی که پشتیبانی خود او رو داشته و همین دولتی که حالا آقای نوبخت اعلام میکنه 700 میلیارد دلار دارایی‌های مردم رو به باد دادن. آقای چارلنگی، در طول 8 یا 9 سال گذشته میزان خروج سرمایه از ایران 600 میلیارد دلاره، ولی آیا این در اختیار من یا شما بوده که بتونیم این 600 میلیارد دلار رو از ایران خارج بکنیم؟ وقتی که بابک زنجانی، کسی که خودش رو بسیجی حاکمیت معرفی میکنه، اعلام میکنه اگر شما تونستید 1000 دلار از ایران خارج کنید، من 3 میلیارد دلار رو به ایران برمیگردونم، یعنی سیستم بانکی با این شدت در مزان هجوم تحریم هاست، چه کسی قادر شده 600 میلیارد دلار دارایی های مردم رو به عنوان دارایی های ارزی فرار سرمایه از ایران خارج بکنه؟ این طبیعتاً عواملی است وابسته به دولت و همین خروج سرمایه یکی از عامل‌های سقوط اقتصادی ایران در طول 6 سال گذشته بوده که حالا آقای نوبخت دولت آقای احمدی نژاد رو به اون متهم می‌کنه. خب می‌بینید بینندگان ما، بر باند فرودگاه یکی از فرودگاه‌های ایران هست قطعاً، یا جای دیگه هر کجا که هست، هواپیمای شخصی آقای بابک زنجانی رو می‌بینید، پول‌هایی که به غارت رفته، همونطور که آقای طرزاده اشاره کردن و بقیه کارشناسان نیست، پول همین بچه های نازنین ایران زمین هست که پیش از انقلاب چون این کودکانی رو ما نمیدیدیم یا بسیار به ندرت و کمتر و کمتر شده بود میدیدیم. همین بچه های نازنین بی آینده در جمهوری اسلامی که مشغول آجرپزی هستن، مشغول گلفروشی هستن، تصاویر رو الان خواهید دید بر صحنه برای بار دیگه. این میلیون ها میلیارد ها دلاری که ما میبینیم پول این مردمان زحمتکش، که چه از کنم، این جوان نوجوان ایرانی، این کودکان ایرانی هست که آقای بابک زنجانی، دار دسته رفسنجانی، ولی فقیه و تمام ملایان شیعه حاکم بر ایران، من تأکید میکنم ملایان شیعه حاکم بر ایران، و چون در اونها یک اهل سنت هم نیست حتی، این رو به من پرسشم این است آقای چارلنگی، 35 سال جمهوری اسلامی فرصت داشته برای انجام هر کاری که میتونسته انجام بده، چرا باید بعد از 35 سال امروز از نظر آزادی اقتصادی رتبه جهانی ایران 173 باشه؟ کشوری شما اینو، این پرسش رو جواب بفرمایید، یعنی این پرسش خود جناب عالی بهتر از هر کس میتونه جواب بده. ایران اقتصاد دولتی است و اقتصاد فقط همین اقتصاد آقای واقعا ببینید، به اجازه بفرمایید، فقط واقعا علتش اینه که اقتصاد دولتی است یا اینکه یک اقتصاد فاسده و فضای کسب و کار برای بخش خصوصی واقعی بسته است؟ از نظر فضای مساعد کسب و کار ایران در مقام 152 دنیاست و این در شرایطی است که ایران بزرگترین ترکیب ذخیره انرژی دنیا رو داره، برای ده فلز بزرگ یا برجسته دارای، یکی از 10 کشور دارای ذخایر، جمعیت تحصیل کرده ایران، درسته که در طول 2 سال گذشته 7 میلیون دانش آموز ایرانی به علت مضیقه ناگزیر از ترک تحصیل شدن، 7,153,000 نفر دانش آموز دبیرستانی دبستانی ناگزیر از، ای کاش آقای امیر احمدی امروز اینجا بود، چون یادم هست 2 هفته پیش ایشون در مورد آمار باسواد شدن ایرانی ها در دوران انقلاب، حالا امیدوارم در برنامه دیگه عدالت نیست ولی صحبتم این است که 7 میلیون در طول 1 سال فقط مدرسه رو به علت مضیقه های مالی ترک کردن. چرا باید کشور ثروتمندی که از هر کشور دیگر دنیا
میتونه ثروتمندتر باشه، در منطقه میتونه خب گل سرسبد. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید من اینجا یه پرسش دارم، بینندگان ما هم گروهشون ممکنه چون این پرسش، ببینید من فکر نمی کنم فقط صرف اقتصاد دولت خودش معایب خودشو داره، اقتصاد دولتی میدونید معایب خودشو داره، اما کشورهای دیگه هم اقتصاد دولتی داشتن و دارن، در شوروی سابق هم اقتصاد دولتی بود، در کشورهای کمونیستی دیگه هم بود، همین الان در چین به نحوی اقتصاد دولتی بود و هست. آیا در این کشورها شما سراغ دارید نه یک بار نه دو بار نه سه بار چند و چندین بار از میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار بتونن، این از کجا میاد؟ از دولتی بودنه، اسلامی بودن، فقاهتی بودنش؟ ببینید آقای چالنگی، اقتصاد سوسیالیستی متهم به از دست دادن فرصت هاست، اقتصاد سرمایه‌داری متهم به ایجاد فاصله بین ثروتمندها و فقیرهاست، ولی اقتصادی که جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته در ایران پیروی کرده، ازش عمل کرده، اجرا کرده، بدترین هر دو این سیستمه. لااقل در اقتصاد سوسیالیستی اگر مردم هر سال فقیرتر میشن یا میشدن، همه مدعی اشتغال بودن و همه لااقل در روی کاغذ از نظر فقر بینشون نوعی عدالت برقرار بود، همه لااقل مدعی کار داشتن بودن، ولی در ایران بیشترین مقام، یعنی پایینترین مقام بیکاری رو در منطقه ما شاهد هستیم، یکی از پر بیکارترین کشورهای دنیا رو داریم و فاصله فقر و ثروت همون که میگن ضریب جینی هست، یک اصطلاح اقتصادی است برای اندازه‌گیری میزان فاصله بین فقرا و ثروتمندها، همچنان در طول سالها زیادتر شده. شما یک بزرگ گروه اندک بزرگ سرمایه‌دار دارید، یک گروه بزرگ عظیم فقیر شده، و اون چی که از بین رفته طبقه متوسطه. جمهوری اسلامی به خصوص 8 سال دولت آقای احمدی نژاد، حضور آقای چالنگی، طبقه متوسط در هر اقتصاد پویایی ستون فقرات اون اقتصاده. در ایران اون چی که آقای احمدی نژاد هدف گرفت از بین بردن باقی مانده طبقه متوسط در ایران بود، با اصرار بر اجرایی کردن هدفمند کردن یارانه ها. ما میبینیم که حالا اون چی که در ایران وجود داره طبقه حقوق بگیر فقیره و طبقه بزرگ سرمایه داره، که یکی از اونها همین است که شما اشاره کردید، آقای بابک زنجانی، و بازار هم هست آقای بابک زنجانی دیگه هست که شهرت او رو نداره. بله، یعنی میشه گفتش که یک اقتصاد دولتی نظامی است، و به اضافه اینکه آقای تقی‌زاده، به اضافه اینکه در این وسط بازار هم همچنان هست، یعنی بازار ایران همچنان از نظر اقتصادی درشون هست که پروار شدن. ما در پیش از انقلاب شاهد بودیم تو کوچکترین لطمه به بازار میخورد، یا جد از اینکه سیاسی بود، به هر حال بازار به نحوی در ارتباط با روحانیت اینها، ولی اقدام سیاسی میکردن. اینی که بازار تو این 30 چند ساله هیچ کدوم از اقدامات مشابه سالهای پیش از انقلاب نمیکنه، اون دلیل رضایتشه نیست. یعنی منظور من این هست، یه ملغمه ای هست شاید از اقتصاد دولتی سوسیالیستی افراطی مثل خیلی از چین، کره شمالی، به اضافه اقتصاد فقاهتی، همه اینا غرقاتی هست نیست؟ ببینید این بنیادهایی که باز غیر از این بنیاد اجرایی فرمان امام، همون واحدی که آقای خامنه ای به عنوان ریاست بر اون 95 میلیارد دلار دارایی های ایران رو در اختیار داره، سازمان های دیگری هستند که مجموعه اونها در شکم اقتصاد دولتی حتی از دولت هم بزرگتر هستند. شما مجموعه بنیاد مستضعفان، دامنه مداخله سپاه پاسداران در فعالیت های اقتصادی و بقیه مجموعه این بنیادها رو کنار هم بگذارید، ببینید که اندازه های اینها چقدر است. جاهایی که مردم اصلا فرصت داخل شدن در اون رو ندارن، و همین دولتی که حالا به عنوان عملگرا روی کار آمده و بودجه امسالش رو تنظیم کرده، وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم در هیچ کدوم از این بخش ها کاری نکرده که تفاوت ایجاد بکنه نسبت به سال قبل از اون. اگر فرصتی بود ما در یک برنامه خاص به اعتباراتی که دولت صرف کرده بود میتونستیم بپردازیم، در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، هزینه‌های دانشگاهی، هزینه‌های عمرانی. هزینه‌های عمرانی امسال 35% نسبت به گذشته کاهش داره. چرا؟ وقتی که شما هزینه‌های عمرانی رو به جای 25%
کاهش میدید به در حدود 5%، چطور میتونید مدعی باشید که اقتصاد سرعت گرفته رشدش نسبت به 6 ماه گذشته؟ این یک دروغگویی بزرگ نیست؟ شما بگید آقای روحانی که رئیس دولت هستید، امسال شما در این 6 ماه گذشته حجم اسکناس در گردش رو نسبت به 6 ماه پیش چقدر افزایش دادید؟ محل هزینه های ریالیتون کجا بوده؟ بسیار خب، ببینید الان نه آقای روحانی نه آقای احمدی نژاد، به هر حال یکی پس از دیگری اومدن. ببینید این سنگ بنا یا بنای چنین وضعیتی رو آقای احمدی نژاد به تنهایی گذاشت؟ آیا این درسته که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی الان در تلاش هستن که تمام کاسه کوزه ها رو سر این دکتر احمدی نژاد خالی بکنه؟ یا اینکه این بنا از ابتدا به قول سعدی بنیاد ظلم اندک بود، تک آمد مزیدی بران کرد تا به دین قایت رسید؟ یعنی اینکه از همون روزی که آقای خمینی آمدن و گفتن اقتصاد مال چارپایان است و در عمل چنین شد، گروه رفسنجانی به عنوان یکی از ثروتمندترین فامیل خاورمیانه در اومد، آقای رفسنجانی و دار و دستش و بقیه، این اساس خرابی این اوضاع از کجا زاید هست؟ جمهوری اسلامی به عنوان نماد حاکمیت مستضعفین ظاهرا به روی کار اومد، از این مستضعف هم تعریفی داشت، در حالی که واقعا پیش از انقلاب مستضعفی وجود نداشت. اینها رو جمهوری اسلامی بیشتر از هر کشور دیگر منطقه تو ایران ایجاد کرد. اگر منظور ما از مستضعف فقیرهاست یا کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنن، پیش از انقلاب کسانی که در ایران زیر خط فقر زندگی میکردن بسیار محدود بودن، ولی الان نزدیک به 40 میلیون، یعنی بیش از 60% جمعیت ایران یا نزدیک و یا زیر خط نسبی فقر قرار دارن. این مستضعفین رو چه کسی ایجاد کرده؟ و میگفتن مستکبر، و برای اینکه بگن عدالت اجتماعی حکومت اسلامی ایجاد میکنه، مستکبرین رو محکوم به اعدام میکردن. آیا آقای بابک زنجانی که از این مستکبرین نیست؟ آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، بپرسید از آقای روحانی آیا میدونه آقای نعمت‌زاده داراییش چقدر هست؟ چند ده میلیارد دلار دارایی یکی از وزیران دولت آقای روحانی است که میخواد در جهت عدالت اجتماعی، شعاری که 35 سال پیش به دروغ جمهوری اسلامی تحویل مردم داد، ادامه دولت و حکومت بده. آقای میلانی در تحقیقی که انجام داده ایشون و کسان دیگه ثروت خانواده پهلوی رو طی سالیان سال، حالا در وابستگان به هر معاملاتی انجام دادن در بیرون، هر چی که بوده، خیلی کمتر از حدود 100 میلیون دلار برآورد کردن، اگر اشتباه نکنم نیست؟ فرض کنید ما این 100 میلیون رو بپذیریم. پادشاه ایران اعلام کرد که زمان خروج از ایران مجموعه دارایی که خانواده پهلوی داشتن 57 میلیون دلار بود و این رو اعلام کردن، ولی شما 57 میلیون دلار رو مقایسه بکنید با 95 میلیارد دلار دارایی در اختیار آقای خامنه ای، واقعا چطور میشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد؟ آیا پدر آقای خامنه ای رضا شاه بود که اموال مردم رو به ادعای مدعیان به زور گرفته باشه و پسرش داده باشه؟ املاک خالصه رو آقای خامنه ای از کجا به ارث گرفته؟ داراییشون 95 میلیارد دلار به غیر از گرفتن به زور از مردم واقعا از کجا اومده؟ و این تنها بخشی از دارایی مردم ایرانه که در اختیار حاکمیت محدود جمهوری اسلامی است. عربستان سعودی، آقای چارلنگی میگن که 7000 نفر خانواده سعودی واقعا مجموعه دارایی های این مملکت رو در اختیار دارن، ولی اونقدر در اختیار مردم قرار میدن که این مردم زیر خط فقر نباشن و به علت شکم سیری معترض حاکمیت هم نشن. بله، من همین 7000 نفر در ایران بدون اینکه به خانواده سلطنتی منصوب باشن، مجموعه دارایی های ایران رو به عنوان مولتی میلیونر یا حاکمین دولتی یا طبقه تازه در اختیار دارن. بله، من این توضیح رو بدم، رقمی که ذکر کردم شاید کم اختلاف داشته باشه، رقم دقیق تر هم رقمی است که آقای تقی‌زاده اشاره کرد. این رو هم من بگم، آقای اسدالله علم نخست وزیر پیشین اسبق ایران، روان شاد و وزیر دربار برای سالیان سال، خاطراتشون بارها منتشر شده، خاطرات قابل اعتمادی است، برای اینکه تمام زندگی شخصی خودشون گفتن نقاط ضعف قوی هر چه که هست، هیچ تلاش نداشتن که از خودشون حتما چهره عوام پسندانه یا مورد تایید همگان باشه، هر چه واقعیت بوده گفتن. به همین دلیل
قابل اعتماد هست از نظر بنده. ایشون ذکر میکنند که آقای طرح‌زاده قطعا در خوندن بارها، ایشون ذکر میکنند که میخواستن دیوار کاخ سعدآباد هست اگر اشتباه نکنم تعمیر کنن، یکی از کاخهایی که الان هست، کاخهایی که از قدیم بود. شاه ایران ناظر نشد با بودجه دولت تعمیر کنه. خودم اون بودجه یک جای تقریبا شخصی است و از حقوق یا هرچی که دریافتی خود ایشون بود یا از بودجه دربار یا خود ایشون استفاده کردن. چون این بوده و من این پرسشو دارم آقای طرح‌زاده عزیز، چون اشاره کردین به پیش از انقلاب، محمد رضا شاه پهلوی آرزوش برای ایرانیان این بود که در اون موقع که ایران بشود ژاپن دوم، در زمانی که ژاپن تقریبا یک کتاز اقتصاد و صنعت جهان بود در کنار آمریکا و کم و بیش آلمان، و برنامه ریزیش در این سو بود. اون زمان خب مورد تمسخر و نیشخند روشنفکران مخالف هم قرار گرفت این آرزوی شریف محمد رضا شاه پهلوی برای مردم ایران. اما شما به رشد اقتصادی اشاره کردید، امکان پذیر بود این آرزو تحقق بپذیره چنانچه این انقلاب نمیشد با امکاناتی که ایران داشت، یا نه یک آرزو بود فقط که در هوا میموند؟ آقای شارلنگی، چطور میشد این هدف به عنوان یک آرمان اجرا نشدنی باقی بمونه و دروغی باشه برای مردم، وقتی میبینیم که در 10 سال منتهی به انقلاب یعنی سال 57 ما هر سال متوسط 8% رشد اقتصادی داشتیم مطابق آمار سازمان ملل متحد. در سال 56 یک سال قبل از انقلاب این رشد به 13% رسیده که بالاترین رشد در تمام دنیا. اقتصاد ایران در ردیف 15 اقتصاد بزرگ دنیاست. پول ملی ما در یک سال قبل از انقلاب در ردیف 14 پول معتبر دنیا و در صندوق پول جهانی قرار داره، در حالی که امروز پول ایران در جمع 3 کشور بی ارزشترین دارایی های پولی تمام دنیاست. این مقایسه ها مقایسه آسونی است. اگر میبینیم که رشد اقتصادی درآمد سرانه ایران یک سال قبل از انقلاب 2 برابر کره جنوبی است، کره جنوبی امروز در جمع 10 کشور بزرگ اقتصادی دنیاست، چطور نباید به این باور برسیم که ایران 5 یا 8 سال بعد از انقلاب، اگر انقلاب صورت نمی گرفت، در جمع نه 10 کشور بزرگ دنیا نظر اقتصادی، در جمع 5 اقتصاد بزرگ دنیا بود. ما از نظر رشد فرهنگی، از نظر رشد نظامی، قابلیت دفاعی در جمع این 5 کشور بزرگ دنیا بودیم، ولی امروز از نظر ضعف دفاعی، از نظر خروج مغزها در این ردیف‌ها قرار داریم. بنا به ادعای مقامات همین حاکمیت، ما ضمن اینکه سالانه 150 میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی و گازی داریم، 150 میلیون متر مکعب گاز همسایه ما قطر بیشتر از ما از حوزه مشترک برداشت میکنه، 60 میلیارد دلار همسایگان ما بیشتر از منابع مشترک نفتی ما برداشت میکنند، در مورد فرار مغزها زیان مطابق محاسبه همین حاکمیت سالانه 150 میلیارد دلار هست، در صورت صرفه‌جویی این دارایی ها به اضافه اون 600 میلیاردی که خود دولت مدعیش هست، چطور نمیتونست این مملکت گلستان بشه؟ و این وضعیت رو کی پیش آورده جز جمهوری اسلامی؟ جوانهای ما، مردم ما که میبینن وقایع اوکراین رو میبینن که مردم با ریختن خونشون دادن 80 تا کشته میرن به خیابون، حاکمیت انتخابی رو عوض میکنن، ولی مردم ما ساکتن و میبینن که این وضعیت قابل تغییره و حرکتی نمیکنن، ولی چشماشون رو ببندن و ببینن با نبودن جمهوری اسلامی واقعا این 75 میلیون جمعیت چه نمیتونستن داشته باشن. حتما به اون خواهیم رسید، به اوکراین خواهیم رسید در ادامه برنامه. تو نکات جالبی است آنچه که در اوکراین میگذره در ارتباط با ایران. اما آقای طرح‌زاده ببینید، اون مسیر شما سخنتون این هست که میرسید، بله تحقق پیدا میکرد، ایران میتونست ژاپن دوم بشه که میبینیم در منطقه شد، همونطور که آقای طرح‌زاده گفتن کره جنوبی یک نمونش، سنگاپور و جاهای دیگه هم به مرور رشد مثبتی داره مثل تایلند و بقیه جاها، حتی بنگلادش هم رشد اقتصادی مثبتی پیدا کرد. اما این مسیری بود که ایران پیش از انقلاب میرفت.
مسیر کنونی رو اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه آقای تغییرزاده، همین مسیر رشد منفی اقتصادی، چون مسیری رو که میره به کجا ما میرسیم؟ بدون تردید ایران و مردم ایران هر سال فقیرتر از گذشته خواهند شد. این چیزی است که در طول 35 سال گذشته ما شاهد بودیم و نماد این سیر نزولی پول ملی ایران، ریال. ببینید قدرت اون 35 سال پیش چقدر بوده، قدرت امروز اون، قدرت خرید اون چقدره، و این رو تسری بدید به قدرت خرید مردم که این وسیله خریدشون هست، نماد اندازه‌گیری بضاعت اقتصادی اون هست. و ببینید آیا در طول این 35 سال در هیچ لحظه این نزول اقتصادی، نزول ارزش برابری پول ملی تغییر کرده یا نکرده؟ روند نزولی اون ممکن است که سرعتش تغییر کرده باشه، ولی روند نزولی اون در طول 35 سال ادامه پیدا کرده و به این علت در سالهای آینده و تا زمانی که جمهوری اسلامی حیات داره و بقا داره، این وضعیت متاسفانه غیر قابل تغییره. وای پول ملی رو هم که احمد خاتمی امام دولتی جمعه از ایشون نقد شده که تقاضا کرده به جای هر چی که میخوان بزنن قفیر بگذارن. باید پول ملی ایران رو که گفته میشه چهارپا یا الاغ پیامبر اسلام بود، این حرفی که از آقای احمد خاتمی نقل شد. بعد آقای طغی‌زاده اشاره کردن مسیری که ایران میرفت ژاپن دوم پیش از انقلاب، امکاناتش داشت، واقعیت‌ها داشت، آرزویی که محمد رضا شاه پهلوی برای ایران داشت تحقق پذیر بود، امکان پذیر بود. تصاویر گوشه‌ای دیدیم برای نسل جوانی که پیش از انقلاب نبودن از اون زمان، و مسیری که اکنون میره، آینده‌ای که روبه نابودی کامل اقتصادی داره. بیت معروف ناصر خسرو رو باز به یاد من میاره. بارها اشاره کردم که سالیان قرنها پیش ناصر خسرو، حکیم اندیشمند بزرگ ارزشمند ایران زمین، اون زمان گفت، اما در انقلاب 57 بسیاری نگفتند از اهل فکر ما، نویسندگان، روزنامه نگاران ما، رفتن به دنبال مسیری که به امروز خط شد، همه آنان که دل سپرده بودند به گفته های جلال آل احمد، نجات ایران در پیوند روحانیت و روشنفکری است. بیت ناصر خسرو این بود که از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای تغییرزاده اشاره کردید به اوضاع اوکراین، اتفاقا میدونیم که در ارتباط بودن دولت ها، حکومت های اوکراین، حکومت ساقط شده اوکراین و جمهوری اسلامی و میدونیم روسیه و حکومت ایران، همه اینا مرتبط هستن. چه وجه تشابه بین حکومت اوکراین میبینید و حکومت جمهوری، چه علاقه هایی میتونه بین چون این حکومت هایی وجود داشته باشه؟ چون میبینیم با تمام خوبان جهان این جمهوری اسلامی ارتباط داره، از سوریه بگیریم، کره شمالی، فیدل کاسترو، از زمانی که آقای ابراهیم یزدی فیدل کاسترو برادر کمونیست رو چنان در آغوش فشرد، برادر مسلمان وزیر خارجه، یا به گفته طنزنویسان اون موقع وزیر خارجه انقلاب اسلامی، ابراهیم یزدی بازجو، یکی از قاضیان افسران ایرانی که بر پشت بام مدرسه علوی اعدام شده، با همدستی و قضاوت آقای دکتر ابراهیم یزدی. بفرمایید. من شاید لازمه یک اشاره کوتاه به گذشته اوکراین بکنم. اوکراین یکی از 15 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که بعد از فروپاشی کمونیسم در مسکو، این 15 کشور مستقل شدند. تعدادی از این کشورها نزدیکتر بودند به روسیه و روسیه اونها رو کشورهای خارجی نزدیک به خودمون تلقی میکرد. چند کشور آسیای مرکزی به اضافه ارمنستان، به اضافه اوکراین، بلاروس،
کشورهایی بودند که اتحاد روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی همچنان میخواست که اونها رو زیر چتر خودش نگه داره. در مورد اوکراین موفق به این کار شد. در شروع کار یک مقدار تنش و چالش داشتن، ولی تدریجا حکومت اوکراین به دولت روسیه و مسکو نزدیک شد و در کنار اونها قرار گرفت. سال 2004 اینجا یک انتخابات بود، انتخابات رئیس جمهوری، و اتفاقا آقای پوتین همون موقع رئیس جمهور روسیه بود. او از کسی که نامزد رئیس جمهوری بود، آقای یانکوویچ، یه مقدار حمایت زودرس کرد و بعد معلوم شد که انتخاباتی نبودی که درست انجام شده. آقای یانکوویچ اون فرصت رو از دست داد و اون چیزی در اوکراین شکل گرفت که ازش به عنوان انقلاب نارنجی یاد میکردن. در حدود 3 ماه آقای چارلنگی، مردم به خیابون‌ها ریختن، اعتراض کردن به نتیجه انتخابات و خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدن. و این رژیم همچنان در همسایگی روسیه برخوردار از پشتیبانی آقای پوتین، مجبور خودش دید که به خواسته مردم تن بده و این بار انتخابات آزادی برگزار شد که در نتیجه انتخابات آقای یوشچنکو به ریاست دولت رسید. خانمی بود به اسم خانم تیموشنکو، یکی از مبارزین آزاد مردمی بود، البته آدم ثروتمندی بود، همچنان هم ثروتمند هست که البته نحوه ثروت اندوزی این خانم هم یکی از موارد ابهامی که شاید مردم اوکراین بخوان نسبت به اون توجه بیشتری رو مبذول کنن. ولی به هر حال تیمی که این خانم که در کشور خودش به عنوان بانوی آهنین از اون یاد میکنن، به یادگار لقبی که برای خانم تاچر در نظر گرفته شده بود، نویا بوم میگن یا شیرزن میگن بهش، این خانم شد نخست وزیر اوکراین در دوره رئیس جمهوری آقای یوشچنکو. ولی تا سال 2010 که اون نخست وزیر بود و رئیس جمهور انقلاب نارنجی مردم رئیس جمهور، درسته که وضعیت تغییر کرد، ولی وضعیت تغییری نکرد که در زندگی مردم تاثیر بگذاره. اونهایی که بیشتر طرفدار روسیه بودن، طرفدار نزدیکی به روسیه بودن، دست بالاتر رو پیدا کردن و در یک انتخاباتی که واقعا انتخابات آزاد بود، این بار آقای یانکوویچ رو به عنوان رئیس دولت بردن به کاخ رئیس جمهوری و آقای یانکوویچ هم برای خودش نخست وزیری تعیین کرد. چند ماه قبل جامعه اروپا با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد اوکراین به کشور اوکراین، به رئیس دولت اوکراین نامه‌ای نوشت که ما همچنان علاقمند هستیم به توسعه مناسبات با شما و پیشنهاد کردن یک قرارداد همکاری‌های اقتصادی ترجیحی با اوکراین جامعه اروپا ببنده. ولی آقای رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ از قبول این خواست سر باز زد و گفت نه، من به جای این میرم زیر حرف آقای پوتین. پوتین به من قول داده که 9 میلیارد دلار به ما کمک مالی خواهد کرد و من ترجیح میدم یک قرارداد همکاری اقتصادی با پوتین و روسیه ببندم. اوکراین دو قسمت عملاً، قسمت شرقیش نزدیکتر از به روسیه و شکل سوسیالیسم در اون طرفداران بیشتری داره و بخش غربی اوکراین به جامعه آزاد اروپا نزدیکه. قانون اساسی اوکراین هم توصیه میکنه حرکت تدریجی به سمت جامعه اروپا و تبدیل شدن به بخشی از جامعه اروپا رو، ولی آقای یانکوویچ به این خواسته بی‌توجهی کرد و به دلایل سیاسی به دولت آقای پوتین نزدیک شد. کوتاه بفرمایید ممنون میشم. اجازه بدید من جمله‌مو تموم بکنم. مردم از این وضعیت ناراضی بودن، دوباره به خیابون ریختن و گفتن که ما طرفدار برگزاری انتخابات آزادیم. ولی توجه بکنید آقای یانکوویچ در نتیجه انتخابات به ریاست دولت رسیده بود، ولی مردم در نیمه راه دیدن که اون کاری که داره اون میکنه مورد طبعشون نیست، رفتن توی خیابون، حتی طرفدار تغییر اون شدن. چطور میشه در یک کشوری مثل ایران یک رهبری 22 سال حکومت رو به صورت انحصاری در اختیار خودش داشته باشه و بگه حکومت من دموکراتیکه؟ 35 سال پیش نحوه حکومت رو پدران این مردم حتی به عقل، حتی با رأی بهش رسیدن و حالا مجبورن بچه‌ها، نسل دوم اون انقلابی ها، از این حاکمیت تبعیت بکنن و هر کس مخالفت زبانی هم با این حاکمیت بکنه میگن شما ضد انقلابی، جرم تو هم محکومیتش مرگه. آیا واقعا این عقلیه در جامعه امروز؟ این چیز رو به مردم تحمیل کردن در حالی که میبینیم در نزدیکی ما یک ملت پویا، یک ملت ایستاده
حتی بعد از رفتن به پای صندوق رای، انتخاب یک دولت وقتی بله نظرشون نسبت به اون دولت عوض میشه، میرن توی خیابون اعتراض میکنن، اون دولت رو عوض میکنن. این البته تفاوت بین مردم ایران و حکومت امروز ایران و مردم اوکراین و حکومت امروز و فردای اوکراین. خب یک نکته هم هست، قبل از اوکراین در مصر هم چنین اتفاقی افتاد. در مصر هم بعد از یک سال که حکومت توی انتخابات، حالا برخی میگن تحمیل شد نتیجه انتخابات به مردم، اما به هر حال آقای محمد مرسی انتخاب شد با اکثریت. بعدها اکثریت بعد از یک سال دیدن که آقای محمد مرسی به خاطر اون چیزی که بهش رأی دادن عمل نمیکنه به وعده‌هایی که داد. درست یک مسیر دیگه ای رفت، از جمله اینکه یکی از اتهاماتش این از طریق حزب الله تمام اسرار یا بخشی از اسرار نظامی مصر رو در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار داده آقای محمد مرسی و کارایی که، از جمله اینکه یک قاتل یک گروه از توریست های خارجی رو در 1998 در جنوب مصر 97 یا 98 ایشون رو اصلا از زندان که آزاد کرد هیچ استانداری اون منطقه منصوبه به کارهای دیگه به اون بگذاری. بله آقای تقی‌زاده عزیز، من یک آخر برنامه از شما باید به اسکیتون برسید به امید خدا، ما هم التماس دعا داریم برای اسکی. یک خبر من میخوام نظرتون رو میخوام بدم. ایشون معاون ستاد کل نیروهای مسلح کشوری مثل ایران هستن، میزان اطلاع رو میخوام توجه بفرمایید. ایشون گفتن که بیان به اصطلاح مردم ایالت‌های مختلف آمریکا حق دارن نحوه اداره ایالت خود را تعیین کنند و دولت مرکزی نباید برای انجام این کار مانع تراشی کند. اومدن حالا به زعم خودشون مردم آمریکا رو میخوان تحریک کنن. مردم آمریکا گفته که باید عرض کنم از همه آزادی خواهان خواسته که از جدایی طلبان آمریکا حمایت کنند و از خواسته های مردم ایالت های مختلف آمریکا که میخوان خودشون سرنوشت محلی خودشون رو تعیین کنن، امور داخلی خودشون رو حمایت کنن، چون این دولت مرکزی فاشیسته و حرفایی که ایشون زده. آقای سید مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی فلان فلان عنوانشون اینقدر هست. شما نظرتون رو بگید، یعنی اینکه این بابا حتی نمیدونه که ایالت‌های آمریکا همه امور داخلیش مستقل و خودمختاره. بفرمایید. من یک سوال از شما دارم، این سوال رو به گوش آقای جزائری برسونید که ایشون موافقن در کشور دوست همسایه ما راجع به ایران صحبت نمی‌کنیم که بحث انگیز بشه و آقای جزائری رگ گردنش بالا بیاد. از ایشون سوال بکنیم که آیا ایشون همین نسخه رو برای استان الانبار در عراق داره و فرصت میده که سنی ها از حکومت شیعه بغداد جدا بشن و کردهای عراق هم به جای دولت خودگردان دولت مستقل کردستان داشته باشن؟ همین نسخه را حتی جرأت داره برای ترکیه بده و بگه کردهای اونجا مستقل بشن، جرأت داره که همین نسخه را برای کشور سوریه بده و بگه بخشهای شرقی و شمال غربی جدا بشن و آقای اسد حکومت علوی رو فقط در دمشق ادامه بده، یا اینکه این نسخه ها فقط برای آمریکاست؟ نه این ایشون این بابا اصلا توجه نداره که چیزی رو که خواسته که میگه حق دارن نحوه اداره ایالت خود رو تعیین کنن، اونها تعیین میکنن، دولت مرکزی نباید برای انجام. اصلا من برای بینندگان توضیح میدم، آقای تقی‌زاده‌ام و میدونن خودشون این نکته رو من بگم برای بینندگان و برخی بینندگان اون ایالت‌های آمریکا ممکنه هزار عیب باشه، من بحث من اون نیست، منتها ایالت ها هر کدوم برای خودشون مجلس محلی دارن، هر کدوم در واقع به یه نحوی یک دولت محلی دارن، ایالت ها هر کدوم امور داخلی، به همین دلیل هست که مثلا یه چیزای فدراله مثل پلیس فدرال، حتی قوانین مجازات قضاییشون فرق میکنه، بعضی ایالت ها اعدام دارن بعضی ها اعدام ندارن و خیلی قوانین مالیاتیشون فرق میکنه. مثلا تگزاس های تقیزاده مثل که مالیات نمیدن، مالیات ایالتی نداره مثلا، نیست؟ بله این اون چیزی در فرنگی میگن value added tax، مالیات مصرف رو در تگزاس نمیگیرن، بله خیلی اندک میگیرن. خب برای اینجوریش، یعنی من حرف من این است که یه درجه معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران این چنین بی اطلاع است. در برنامه پنجشنبه شب با آقای علیرضا رضایی بیشتر در این زمینه سخن خواهیم گفت.
سپاسگزار هستیم آقای تقی‌زاده عزیز، برای شما آرزوی تندرستی و اسکی تو هم با لذتی داریم به نیابت از همه اسکی دوستان عزیز، و امیدواریم برای اسکی بازان ایرانی دیگه اتفاقی چون اتفاق اخیر نیفته، در فضای امن اسکی کنن. با سپاس بسیار. من امیدوارم آقای چارلنگی، مردم ما که این برنامه رو میبینن به این ذهنیت نرسن که نفس فلانی از جایی گرم در میاد. اگر که امکانات مردم ایران به دست جمهوری اسلامی از بین نرفته بود، همه اونا همون امکانی رو داشتن و به مراتب بهتر و بیشتر از این چیزی که من امروز دارم، و این نتیجه کار روزانه منه. هر آدم دیگه‌ای هم در ظرفیت من این کار رو میکرد. اونها هم باید چشمشون رو ببندن و فکر کنن بدون جمهوری اسلامی چه چیزهایی میتونن داشته باشن، و فکر نکنن که این نفس از جای گرم خارجه و انتظار راهنمایی هم از ما نداشته باشن. خودشونن که باید تصمیم بگیرن چه راهی رو باید در پیش بگیرن و به کجا در نتیجه تغییر تصمیم خواهند رسید. من حالا برای اینکه چشمم نظر این توضیحم بدم که هزینه اسکی از لندن به هر جایی که آقای تقی‌زاده رفتن، سوئیس یا جای دیگه، کمتر از هزینه زیارت کسانی که راه میفتن از جنوب ایران یا جاهای دیگه میرن مقبره خمینی رو زیارت میکنن به این بهانه، هزینش کمتره، واقعا کمتره. بسیار اینجا تحصیلات ارزونه برای کسایی که ورزش دوست هستن، ورزش های اسکی به خصوص داره. با سپاسی دوباره، با آرزوی تندرستی شما در جریان اسکی و دختره نازنین و گرامیشون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سهند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.